بله، قهرمانی تیم استقلال و ناراحتی پیامی ها که البته من فکر میکنم اونها هم مثل ما منتظرن که بازی ابو مسلم با ملوان که فعلا 0-0 و دوستان اشاره میکنن تموم نشده به پایان برسه. با نتیجه ای که در انزلی پیش آمده پیام حذف خواهد شد و به دسته پایین تر سقوط میکنه. استقلال هم که دیگه قهرمان لیگ برتر باشگاه کشور در دوره 8 شد. بعد دوستان اشاره میکنم بازی ملوان و ابو مسلم هم فولاد با زباهن رو میدونن من چی میگم، که فولاد واقعا جوان مردانه بازی کرد، 4-1 هم زباهن رو برد، توجهی به جدول نداشت، بازی خودش رو کرد و یکی دیگر از دلایل قهرمانی استقلال به صراحت میشه گفت بازی شرافت. صحبت های شما بگم در همهمه مسائل ضد ارزشی که در فوتبال ما رخ داد در هفته های اخیر، روح فوتبال ملی در سیمای بازی زباهن و فولاد یک به اصطلاح روح پاکی بود که متجلی شد و به هر دو تا مربی تبریک میگیم که یک بازی جوان مردانه رو علی‌رغم برنده و بازنده به نمایش گذاشتن. به هر حال روز پرهیجانی بود که به اعتقاد من زیباییش در این بود که همه تیم‌ها، چه بازنده ها چه برنده ها، مبارزه کردن، چه سر گذاشتن علی‌رغم شایستگی‌هایی که داشتن. خب استقلال تیم بهتری بود، به خصوص در این روز آخر زباهن در مقابل فولاد 4 گل خورد، استقلال قهرمان شد که منتظر هستیم جام قهرمانی به استقلالی ها بگیرن. البته گفته میشه که جشن اصلی تیم استقلال به هنگام یکی از مسابقات تیم در تهران برگزار خواهد شد. موسیقی بشنویم و جشن قهرمانی استقلالی ها رو ببینیم. بله، جام قهرمانی بر فراز دستان بازیکن استقلال. اول کاپیتان تیم پیروز قربانی گرفت، تقی‌پور و همه نفرات این تیم در مشهد، در شهر مقدس مشهد تونستن به مقام قهرمانی برسن. زمانی که تصاویر رو می‌بینیم آقای حاجزاده‌ای هم ما منتظر اگر نظری دارن بشنویم که نظر ایشون رو درباره قهرمانی استقلال داره. خدمتتون عرض کنم که به هر حال قبل از بازی درصد شانس قهرمانی تیم استقلال خیلی کمتر بود، بله، تیم زباهن بود. و باز من باید تکرار کنم که خوشحالیم از یک بازی پاک در اهواز رو بیان بکنم و به هر حال این فوتبال و چیزهای غیر منتظره که درش هر آن باید انتظارش رو داشته باشیم و اتفاق بیفته. به هر حال من توجهم به بازی استقلال و پیام بود. اون بازی ظاهرا خیلی در مرحله اون بازی کامل دیدم، من فولاد و زباهن میدیدم. بله، اون بازی فوق العاده جذاب بوده، برخورد دو مربی آکادمیک
و شریف با هم علی‌رغم اینکه به هر حال ذوب‌آهن در یک قدمی قهرمانی متوقف شد، ولی این ماهیت فوتباله. من فکر می‌کنم که در طول مسابقات یک فصل که آقای خیابانی ماراتون گونه است، هر تیمی که نوسان کمتری داشته باشه میتونه به موفقیت نزدیک بشه. بنابراین در این لحظه بود که استقلال قهرمان شده و تیمای سقوط کننده مشخص شدن، همه چی روی موج احساس سواره. فکر میکنم میشه بعد از گذشت چند روز تحلیل بهتری نسبت به لیگ ایران داشت، همونطور که شما وعده دادید. انشاءالله تو برنامه‌ای که در نظر دارید سر فرصت بشه به تحلیل قهرمان و شرایط لیگ و برگزاری لیگ اشاره. بله انشاءالله والا این برنامه‌ها مهیا بشه و به حال شاهد برگزاری و انجام و پخش برنامه‌های تحلیلی درباره رقابت‌های لیگ برتر داشته باشیم. البته برنامه فوتبال برتر که تعطیل نشد، حالا چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه در بازی جام حذفی و ادامه مسابقات ملی ادامه خواهد داشت. اگر فرصتی شد حتما تحلیلی درباره رقابت‌های لیگ خواهیم داشت. مثل کرمان 4